خوش اومدیم به خط. من نگار مرتضوی هستم. شما تا حالا درخت کاشتین؟ امروز 15 اسفند روز درختکاریه. بهانه‌ای برای اینکه به یاد طبیعت باشیم و هر کسی سعی کنه حداقل یه درخت به محیط زندگی خودش اضافه کنه. انسان توی 100 سال اخیر خیلی پیشرفت کرده. جوامع بشری صنعتی شدن، امکانات رفاهیمون خیلی بیشتر شده. همین باعث شده زندگی آدم‌ها از خیلی نظرها راحت‌تر بشه. اما پیشرفت انسان به طبیعت هم آسیب‌های زیادی زده. باعث شده محیط زندگی ما و بقیه جانوران به خطر بیفته. میگن کره زمین از نسل‌های قبلمون به ما ارث نرسیده، بلکه امانت نسل‌های آینده است در دست ما. شما برای حفظ این امانت چی کار می‌کنید؟ از همین الان بیاین روی خط و تو بحث امشب شرکت کنین. میتونین با تلفن یا اسکایپ بیاین روی خط. روی ملکی هم تو فضای مجازی منتظرتون. مرسی نگار، سلام، شب شما بخیر. به غیر از تلفنی که نگار گفت، شما میتونید تو فیسبوک با من چت کنید در مورد محیط زیست و همینطور میتونید در طریق اسکایپ همراه ما باشین به صورت صوتی و تصویری. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید، نظر بدین یا شماره تماستون بذارین. همکاران من با شما تماس میگیرن. یادتون نره ما رو در توییتر دنبال کنید. تمام آدرس‌ها زیرنویس خواهد شد. با ما همراه باشین در برنامه محیط زیستی ما. روی خط هستین در 15 اسفند روز درختکاری. بریم ببینیم کسی درخت مجازی کاشته امروز. هر روز دارن میکارن. مثلا توی این روزا محیط زیستی که از چیزهایی هستش، یکی از موضوعاتی هستش که اصولا همیشه دستخوش سیاست میشه و هیچ وقت بهش به صورت جدی و دقیق بررسی نمیشه، مگر اینکه کسی که دغدغه‌شو داشته باشه و حالا وبلاگ داشته باشه یا صفحه محیط زیستی توی فیسبوک درست کنه یا هر چیز دیگه که تو این روزا یادش بیفته که به محیط زیست باید بیشتر اهمیت بده. اما مردم عادی گویا دغدغه زیادی نداشتن. اینو فقط میتونم از روی کامنتایی که تو این از دیشب تا حالا برای ما گذاشته شده بگم. توی این چند روزه هفته محیط زیست هستش و یه سری از کارهای نمادین داره صورت میگیره. مثلا امروز آقای خامنه ای رفتن دو تا نهال کاشتن و یا رؤسای دیگه همینطور به پایین مدیران پایینتر هر سال دارن درخت میکنن. امسال آقای خامنه ای گلم کرده از روند قطع درختان و تصرف غیرقانونی زمین ها و تخریب جنگل ها. اما خب امروز به غیر از اینکه روز درختکاری باشه، روز جهانی حفاظت از رودها هم هستش. منتقدان سدسازی و طرفداران محیط زیست یک عالمه نشست دارن، میخوان برن جاج رود اونجا درخت بکارن و این دو تا روز رو با هم قاطی کنن و همکاری کنن برای اینکه محیط زیست رو بشه بیشتر نگهداری کرد و آموزش بدن برای اینکه از محیط زیستمون بیشتر حفاظت کنیم، به خاطر اینکه یک کره خاکی بیشتر نداریم برای زندگی. مرسی رویا. سام خسروی فر روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست همراه ماست، دانشجوی دکترای مدیریت منابع طبیعی در هلند. سام، آقای خسروی، خوش اومدی به روی خط. سلام بر شما و همه بینندگان روی خط. خیلی خوشحالم که بالاخره مناسبتی دست داد شما یه توجهی به محیط زیست هم بکنید غیر از مسئله سیاسی. بالاخره سالی یه بار روز درختکاریه و همه برای یه روز هم شده یاد طبیعت میفتن. تو که رویا گفت البته هفته‌ایه حالا محیط زیست و منابع طبیعیه. میخوایم یه نگاهی بکنیم ببینیم که هر کسی حالا توی اون محیطی که داره زندگی میکنه به عنوان یک شهروند، حالا شهری یا روستایی، چه نقشی میتونه داشته باشه توی حفظ محیط زندگی و منابع طبیعی افرادش و اینکه چه کارهایی میتونه نکنه برای اینکه آسیب نزنه به اون محیط. این خیلی سوال گسترده‌ایه. من فکر میکنم میتونیم که در دو سطح موضوع رو بررسی کنیم. مثلا فرض کنید اینو در دو سطح شهری و غیر شهری یا مثلا بگیم روستایی تقسیمش کنیم. به هر حال خیلی کارهایی هست که ممکنه به نظر بیاد کارهای ساده است یا مورد توجه قرار نمیگیره، مثل همون تفکیک زباله که بارها بهش اشاره شده دیگه. البته شهر و روستا هم نداره، ولی چون حجم زباله معمولا تولیدش در شهرها بیشتر هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره. ولی یه کارهایی هم میشه نکرد، مثل
نخریدن سمندرها که شب عید هم هست، معمولا یک سری جانوران آبزی یا شبیه این دوزیست به فروش میرسه، من فکر میکنم میشه خیلی راحت اینا رو نخرید، این جزء کارهایی است که میشه نکرد. یا مثلا همون کاشت درخت که خیلی کار خوبی هم ممکنه باشه، اما با یک ملاحظاتی میشه درخت رو کاشت. و مردمی که در مناطق روستایی هستن البته خب زبان طبیعت رو خیلی بهتر میفهمن، میدونن که باید چیکار بکنن، چگونه با طبیعت پیرامونشون تعامل داشته باشن تا بتونن یک زندگی در واقع مسالمت آمیزی در کنار طبیعت داشته باشن، در مقیاس کوچک دارم عرض میکنم خدمت. اما گاهی مطالبات همین مردم مثل خواستن جاده ها، سدها، طرحهای عمرانی گاهی فشار میاره به مسئولین و این خود این خواسته ها علارغم اینکه ممکنه واقعا مورد نیاز باشه و دردی رو شاید از مسئله اقتصادی درمان بکنه، اما عواقبی هم برای محیط زیستمون داره. میبینیم که مثلا فرض کنید اتفاقاتی که داره میفته راجع به خشک شدن تالاب هامون و بعد ریزگرد هایی که به هر حال نفس شهروندان رو گاهی تنگ میکنه. بنابراین اینا مسائلی هستش که من فکر میکنم باید سطحش رو اول مشخص کنیم، در چه سطحی میخوایم صحبت کنیم و دستبندی کنیم. به هر حال راههایی وجود داره، کما اینکه من کوتاه کنم اینکه میبینیم در خیلی از کشورهایی که به هر حال تجربه نچندان مناسبی در ارتباط با تخریب محیط زیست داشتن، راههایی رو پیدا کردن برای اینکه با طبیعتشون تعامل کنن، هم صنعت داشته باشن، هم توسعه داشته باشن و هم محیط زیست رو تا جایی که میتونن حفظ کنن. مرسی سام. در مورد نقش شهروندا صحبت کردید، اما نقش دولت‌ها این وسط چی میشه؟ آیا اونم مهم هست یا آیا میتونه مکمل نقش شهروندا باشه؟ در مورد نقش دولت‌ها هم یه توضیح میدی؟ من فکر می‌کنم که بله، به هر حال نمیتونیم بگیم که مردم فقط نقش دارن، اما همونجوری که گفتم باید سطح بحث رو در واقع طبقه بندی کنیم و بر اساس اون صحبت کنیم. دولت‌ها باید امکاناتی رو فراهم کنن، تسهیلاتی رو فراهم کنن که در واقع مردم رو تشویق کنن به حفاظت محیط زیست. باید روش‌های آموزش عمومی رو در واقع فراهم کنن و می‌کنن در جاهای دیگه دنیا هم که می‌بینید، می‌کنن از سطح دبستان و پیش از دبستان آموزش‌های محیط زیست شروع میشه. یا مثلا فرض کنید اگر قرار است طرح‌های عمرانی و صنعتی و امثال اینها اجرا بشه، ملاحظات زیست محیطی یک جایگاه جدی داشته باشه. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما می‌دونیم که نمی‌افته. هر طرح عمرانی فقط کافی است که دستور مقامات رو داشته باشه برای اینکه اجرا بشه و بهانه این کار هم در واقع اشتغال و راه انداختن چرخ‌های صنعت است که بهانه خیلی قابل قبولی حداقل در دراز مدت نشون داده که نمیتونسته باشه. درسته، مرسی. سام میخوام من یه نظر میخونم از کاربرای فیسبوک که در مورد همین زندگی صنعتی صحبت کردن. مینو برام نوشته موضوع قطع درختان و تخریب محیط زیست مسئله جهانی هستش و مختص به ایران نیست. هرچه جمعیت زیاد بشه تخریب بیشتره، هرچه صنعت پیشرفت کنه تخریب بیشتره. این کاربر نوشته اما از نظر فردی با صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاغذ و استفاده کمتر از نایلون و ظروف یک بار مصرف و استفاده از سیستم فاضلاب شهری و دفع بهداشتی زباله و کاشت درخت و گیاه، حفظ خاک و آبیاری قطره‌ای، این راه‌هایی هستش که میتونیم به حفظ محیط زیستمون کمک کنیم. رویا شهروز روی خطمونه و همطور نعمت. سلام به هر دوی شما. شهروز شما چه کار میکنی برای حفظ محیط زندگی و اطرافت؟ سلام، عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنون. خدمت رو مرز کنم، قبل از اینکه در خصوص موضوع برنامه صحبتی بکنم، یه انتقاد اگه اجازه بدید از برنامه‌تون داشته باشم. بله لطفا سریع بگین که برگردیم به موضوع. اینکه موضوع برنامه‌تون گاهن پیش میاد، گاه گداری پیش میاد که خیلی بی‌کیفیت درجه دو سه موضوع مهمتر و حساس‌تر و جذاب‌تری هست که میشه درباره اون صحبت کرد. خب حالا یه سری بله اگه اجازه بدین حالا همین موضوع درجه دو سه رو امروز بپردازیم. مهمان برنامه هم تو با شما موافق نیست، اتفاقا گله داره از ما که چرا ما به این موضوع بیشتر نمیپردازیم، ولی حالا شما راجع به این موضوع هم نظر داری؟ نظر در خصوص این موضوع فقط میتونم اینو بگم که هوای ایران انقدر آلوده است که با 4 تا دونه درخت کاشتن یا قطع کردن چیزی عوض نمیشه، چون اساس کار هوای ایران کاملا آلوده است.
و این خیلی عمیقه، این آلودگی هوا در ایران عمیقه. به چهار تا درخت کاشتن این چیزا این درست نمیشه. حالا خب شما فکر میکنی که شهر روز راه حلش چیه؟ کجای ایران شما زندگی میکنی؟ من در تهران هستم. در تهران. خب همین که میگه مسئله آلودگی هوا به هر حال برمیگرده به این آسیب هایی که داره به محیط زیست زده میشه، فکر میکنی ریشه مشکل کجاست؟ راه حلش چیه؟ ریشه مشکل درمان این قضیه فقط اینه که یه سری ماشینه که دودزا هستن، کارخونه هایی که دودزا هستن، باید از دور خارج بشن. وگرنه یه درخت مگه چقدر میتونه به تصفیه هوا کمک کنه؟ اینقدر این ماشینا آلودگی ایجاد میکنن، یه سری کارخونه‌ای که در حاشیه شهر هستن و بعضا در داخل شهر هستن، آلودگی های مصنوعی ایجاد میکنن که خیلی راحت میشه جلوشون رو گرفت، که کسی الان اهمیت نمیده، اصلا به این موضوع اهمیت نمیده. ضمن اینکه ما در سال آمار خیلی بالایی داریم که در اثر آلودگی هوا میمیرن، که به نظر من اصلا کسی به این موضوع اهمیت نمیده و مسئله دیگر رو مد نظر دارن. اما جلوگیری از ماشینه دوزده و این تعطیلی این کارخونه ها کمک خیلی زیادی به تصفیه هوا و صاف بودن هوا میکنه. شهر شما خود ماشین داری؟ بله ماشین دارم. ماشین چیه؟ پژو. دوزده نیست؟ بله؟ گفتین ماشین های دوزده، میگم ماشین خودتون ماشین قدیمیه یا ماشین جدیده؟ نه جدیده، ولی چیزی که هست ماشینایی هست که از قبل تو ایرانه، مثلا قدیمیه، بعد موتورش نیم سوزه، دود میکنه، ولی چون تر مثلا صاحب مالک ماشین پول نداره ماشین رو درست کنه، مجبوره با اون ماشین دوزده تحصیلتش از بیاد راه بره و مسافت کشی بکنه و این باعث میشه که هوا خیلی آلوده بشه. بله. شما خودتون هم میدید در خبرها گفته میشه خیلی ها در سال به خاطر آلودگی هفته هم جونشون رو دست میدن. حالا سوال من از شما اینه، شما خودتون چقدر برای رفت آمد از ماشینت استفاده میکنید؟ چقدر از وسایل نقلیه عمومی؟ الان تو ایران یه سری شرط سختی رو گذاشتن، تر زوج و فرد گذاشتن و ترافیک خیلی سنگینیه. با این حال بیشتر من مترو استفاده میکنم. یعنی اگر مترو، شما تصور کنید تو ایران، تو تهران مترو اگه یک روز از کار بیفته، یعنی تهران میشه پارکینگ ماشینا، کسی دیگه نمیتونه از خونش بیاد بیرون. این مترو خیلی کار مهمی رو انجام میده. ضمن اینکه تو مترو هم استانداردها رعایت نمیشه، تصفیه هوا کار نمیکنه، دیر و زود میان ترن مترو، خیلی مسئله رعایت نمیشه. یعنی توی ترنی که مثلا باید مثلا 20 نفر باشن یا 18 نفر باشن، تو اون ترن 18 نفری شما تصور کنید 40 50 نفر میریزن رو هم دیگه، اصلا جا نیست نفس بکشین. بله. هوای خیلی آلوده ای هم داره در داخل مترو. مرسی، تاثیرای مترو هم داریم میبینیم. مرسی از شهرروز. نعمت گویا قطع شده، ارتباطمون باش قطع شده، ولی از ساری میثم روی خط. نظر میثم هم بشنویم. سلام به شما میثم. صدا شما میاد میثم، مثل که از تو مترو زنگ زدی. خب تا صدا درست بشه برگردیم به رضا. برای ما نوشته ما تا وقتی قبول نکنیم که زندگی ما بخشی از طبیعت، به بقیه طبیعت هم احترام نمیذاریم و فقط به راحت تر بودن زندگی خودمون فکر میکنیم. و ولی هم نمیشه محیط زیست در ایران فقط در روز طبیعت یعنی 13 به در مطرح میشه و اینکه گفته نگاه مردم به محیط زیست بی اهمیت هستش و هنوز ما دارای یک فرهنگ درست برای استفاده بهتر از محیط زیست نشدیم. این کاربر نوشته آثار نابودی در جنگل‌های ایران روز به روز بیشتر میشه. اما یک آمار داریم ما اینجا که کامران پورمقدم مدیر کل امور جنگلی سازمان جنگل‌ها و مراتع گفته که آخرین نقشه‌ها نشان میده که 1 میلیون هکتار به سطح جنگل‌های کشور افزوده شده. من فکر می‌کنم نظر سامو در مورد این بپرسیم که آیا واقعا این اتفاق افتاده با توجه به اینکه تمام کسایی که در صاحب نظران کارشناسان منابع طبیعی دارن اعلام می‌کنن که محیط مخصوصا جنگل‌ها داره رو به نابودی است و داره تموم میشه، آیا به نظر این اظهار نظر درستیه یا نه؟ من یه خورده خوشبین نیستم با نظر این آقای مسئول دولتی، برای اینکه اگر آمارها رو دقت بهش بکنیم میبینیم که این اتفاق نیفتاده. متاسفانه اتفاقی که داره میفته در میشه گفت در این دولت و اصولا در نظام جمهوری اسلامی این هست که معانی و مفاهیم تغییر پیدا میکنه. در واقع به جای اینکه
در واقع بگن که تعریف جنگل چی هست، تعریف جنگل رو عوض میکنن. تعریف جنگل بر اساس تاج پوشش گیاهی تعریف میشه، یعنی میگن جایی که 10% از سطحشو تاج پوشش گیاهی در بر گرفته اون منطقه رو میتونیم جنگلی بگیم. تعریف فاو هست، سازمان در واقع خاروبار جهانی. آقایون میان و این تعاریف رو کمی دستکاری میکنن، تغییرش میدن، مثل تعریف در واقع اشتغال که در دولت فکر میکنم نهم بود که تغییر کرد و آمار اشتغال و بیکاری در واقع کاهش پیدا کرد، آمار اشتغال رفت بالا. این اتفاق هم من فکر میکنم در ارتباط با جنگل کم و بیش شبیه همین هست که میفته. اما اگه اجازه داشته باشم دو نکته رو سریع بگم راجع به آقایی که راجع به آلودگی هوا گفتن که خیلی هوا آلوده است. من فکر میکنم مردم میتونن نقش مهمی داشته باشن در کاهش آلودگی هوا. میدونیم که بخش در واقع عمده آلودگی هوا حدود 70-80% توسط خودروهای شخصی انجام میشه و میدونیم باز که خودروهای شخصی تک نفره خیلی زیاد هست در ایران. چه اشکالی داره که ما بتونیم با هم تعاملی داشته باشیم، همسایه هایی که هم مسیر هستن مثلا 4 نفر به جای 4 تا ماشین یک ماشین ببرن بیرون و طبیعتاً حمل و نقل، سیستم حمل و نقل عمومی جوابگوی جمعیت شهر تهران نیست، ولی ما خودمون یعنی مردم خودمون میتونیم که یک بخشی از مشکلات رو حل کنیم. راجب خانومی هم که یک سری مسائل راجب محیط زیست گفتن و گفتن که مثلا از ظرف یک بار مصرف یا پلاستیک و این چیزا استفاده نکنیم، به سیستم فاضلاب اشاره کردن. میخوام بگم که سیستم راه اندازی سیستم فاضلاب اساساً کار در واقع دولت هاست و فکر نمی کنم شخص بتونه مثلا یک سیستم فاضلاب یک پارچه و منسجم ایجاد بکنه و یا به وجود بیاره. ممکنه در سطح خانگی و در خارج از جایی مثل شهر تهران بشه سیستم های کوچک و سپتیک تانک و این چیزا رو ایجاد کرد، ولی عموما به طور گسترده توسط اشخاص در کشورهای مثل کشور ما انجام نمیشه این کار. مرسی از این نکته هایی که اشاره کردی و اینکه در مورد همراهی همسایه‌ها با همدیگه این کار داره توی اینجا هم اتفاق میفته، حتما توی اروپا هم هستش که کسانی که هم مسیر هستن با هم مثلا قرار میذارن یه ساعتی و هم میرن برمیگردن کمک میکنه به حمل و نقل. اما در مورد جنگل ها وبلاگ دیدبان کوهستان به قلم عباس محمدی، یکی از وبلاگ هایی هستش که دغدغه اصلیش محیط زیست نوشته و فعال محیط زیستی هستش، در مصرف نوشته به نظر میرسد ایرانیان به ویژه مقام‌های رسمی از حدود 60 سال پیش تمایل دارن که آمار جنگل‌های کشور رو بیشتر نشون بدن. در آمار 12 میلیون هکتار جنگل در غرب کشور فقط دامن زدن به یک توهم است که نتیجه آن تلطیف یک فاجعه هستش و دورنشان دادن خطر. این فعال محیط زیستی نمیشه امروز به نظر میرسه که آمارسازی با استفاده از تکنیک های تغییر تعریف ها در خدمت همین سیاست امن و امان نشان دادن همه چیز پنهان شده و باعث شده که بد مدیریتی پنهان بمونه و قلمداد کردن عرصه هایی با 5% پوشش درختی در زمره جنگل و نادیده گرفتن تنزل شدید کیفیت جنگل ها اهم از تراکم، تنوع و قدیمی بودن درختان جلوه های این تاکتیک هست. این هم وبلاگی بود به قلم عباس محمدی. مرسی رویا. ببینیم میثم از ساری ارتباطمون بس شده. اینا میثم سلام دوباره به شما. میثم صدامو میرسه به ساری؟ الو صدا هستش؟ بفرمایید که شما برای حفظ محیط زندگی اطرافتون چیکار میکنی و چه مشکلاتی میبینی حالا تو اون منطقه مازندران که شما زندگی میکنی؟ من میخواستم بگم که من به عنوان حالا تازه استخدام شدم توی جنگل های ساری مشغول کار شدم. متاسفانه مردم رعایت نمی کنن. همونطور که میدونیم محیط زیست محیطی که باید زیست ما تمیز و سالم باشه. من اونجا خدمت کارم، اینی که هست من میبینم مثلا مهمون میاد یا چیز دیگه میاد، هر کی میاد اونجا رعایت نمیکنه و فکر میکنن اینجا خیلی ببخشید دستشویی تپاله میندازن های درختان. درسته با عنوان کود مصرف میشه، ولی خب چون محیط آلوده میشه، این محیط هم که آلوده بشه دیگه با اینا تپاله بندازن و تپاله و درختان هم که قطع میکنن این باعث این میشه که آلودگی ها زیاد میشه. متاسفانه هر برگی که ما اسراف کنیم بکنیم از دفتر رو مصرف کنیم این یه درختیه که قطع شده.
خب الان مرسی مرسم. شما خودتون برای چی کار میکنین برای حفظ اون محیطی که دارید توش زندگی میکنی؟ خب من هی تپاله رو باید جمع کنم. خب خیلی ممنون، مرسی، گرفتیم نکته رو. اما امین از اصفهان روی خط، نظر امین بشنویم. امین، توی جایی که شما زندگی میکنی چه مشکلاتی هست؟ فکر میکنی که چطور میتونن حالا شهروندانی که اونجا زندگی میکنن یا کسانی که مسئولین هستن این مشکلات رو حل کنن؟ شب شما بخیر. ببینید، من فکر کنم که توی این قضیه فقط مردم نباید نقش داشته باشن. ببینید، من فکر کنم که در هر حال نمیتونی فقط این که مردم نقش دارن، بعد تصمیم کنیم دولت هم باید امکاناتی رو بده، حالا تصمیماتی رو فراهم کنه که مردم تشویق کنن که متریت رو سالم نگه دارن. مثلا امین، شما که خودت اصفهان زندگی میکنی؟ بله. از اون منطقه که خود زندگی میکنی برامون بگو، و مثال این که مثلا انتظاری که دولت داری که امکانات بده که بتونه به مردم در واقع کمک کنه. ببین، الان من خواستم اصلا همون راجع به همین بگم. نگاه کنید، مثلا یه طرح عمرانی بزنن، اصلا نگاه نمیکنن که حالا این طرح عمرانی که داره میزنه خب باشه، به اسم نمیدونم این که چرخهای صنعتی راه بیفته، فولاد مبارکه، اصفهان هست و اینا، طرح دیگه که دارن. الان نگاه کنید، یه تونل میخوان بزنن، همین تونل نیایش، حالا بذار من از تهران بگم، همین بعدن به همین راجع به همین طرحی که میخواستم بگم فولاد مبارکه هم خدمتتون میگم. نگاه کنید، تونل چیزی که دارن میزنن، خیانتی که دارن میکنن، هم شهرداری تهران به هیچ جا نکرده. شما میبینید همین تونلی که دارن میزنن چقدر دیشار رو نابود کرده، چقدر درخت ها رو خودش مرتب، پارک ملت میدونید چقدر درختاش از بین رفته. همین خیانتایی که دارن میکنن، اون مسیری که دارن تونل رو میزنن، چقدر درخت از بین رفته. حالا که فولاد مبارکه هم همینطور اومده یه طرحی زده، طرح بحث از معدن ها و اینا در آوردن که واسه خوراک خودش، تو همون معادنی که این کارو کرده چقدر مشکلات زیست محیطی رو واسه اونجا به وجود آورده، چقدر جنگل های دور و بر همون بحث معدن های کردش، معدن چهارزنبیل هست، معدن چالدوران هست، چقدر اونجا رو برداشته، دور و برش چقدر محیط زیست رو آلوده کرده که خیلی از جنگل هایی که تو اصفهان بود، شما خودتون میدونید چقدر جنگل هایی که تو اصفهان بود از بین برده. کسی هم نیست فقط اسم این که نمیدونم چرخهای صنعتی را بیفته، نمیدونم باید چیکار کرد که مثلا مردم اشتغال ایجاد شه. اگه قراره یه اشتغال ایجاد شه که جنگل های اصفهان از بین بره، خب هم نکنن مردم پس در دیگه نمیتونن نفس بکشن که. حالا همین تونل نیایش که من خدمتتون میگم، حالا دیگه از تهران که زنگ زدن دوستان بپرسید چقدر جنگل های همین مسیری که میاد، چقدر این پارک ملت رو، بحث درختکاری هایی که بوده، بحث چیزهایی که بوده، چقدر خونه هایی که خب بالاخره از روش دسته بدن، اینا درخت هاشون همه نابود شدن. چرا؟ چون اومده رسیده به سر، رسیده به اون ریشه های خود درخت ها و همه رو نابود کرده. امین، زاینده رود چطور؟ جانم؟ میگم زاینده رود چطور؟ همونجا که شما خوش زندگی میکنی؟ شما خودتون دیدین دیگه، شما نگاه کن، من این همه اتفاقی که پیش اومد واسه چند روز پیش تو اصفهان، یکی از علتاش این بود که فولاد مبارک رو نمیدونم چقدر اطلاع دارید، فولاد آبدهی آب مصرف آبش بالا، چون که باید اون بعد از معادن اون سنگ آهنی که میگیرن رو برای اینکه بتونن تبدیل کنن به همون حالا فرآیندی که خودشون دارن، چقدر مصرف آب دارن. اونا اومدن ببین چقدر نامردن، اومدن آب زاینده رود رو برداشتن، حد خیلی از منابع زیاد زاینده رود رو برداشتن، بردن خود کارخونه و اطراف کارخونه از همون معادنی که میگیرن، اومدن آب رو کامل مصرف کردن، دیگه نمیذارن به خود مردم برسه، نمیذارن به خود مردمان یاد برسه. اون فضای زیبایی که خود زاینده رود بود اونجا رو همه رو از بین بردن. ما میرفتیم اونجا شنا میکردیم، چه فضایی داشت، ماهی میگرفتیم، الان دیگه ایک. بله، خیلی ممنون ازت امین از اصفهان. همینو اجازه بده با سام مطرح کنیم. سام خسروفر، صحبت از زاینده رود شد، سام، و حالا مسئله دیگه پروژه های عمرانی یا صنعتی که فکر میکنه که امین در واقع میگه که دولت شاید مقصره از این که داره صدمه میزنه به محیط. فکر میکنی شاید بشه گفت عمده مشکلاتی که الان توی ایران وجود داره با توجه به همین پروژه‌ای که امین هم مثال زد چیه؟ من فکر میکنم که مهمترین مشکل، البته اون خانومی که کامنتی ازشون خوندین درست هم گفتن، افزایش جمعیت مهمترین موزلی است در همه جای دنیا، نه فقط ما در ایران. ولی مشکل دیگری اگه بخوایم بگیم حالا سبایی از افزایش جمعیت، من فکر میکنم آموزش، در واقع آموزشگرانه، در واقع کسانی که قرار است آموزش بدن، چه در رسانه ها، چه در مدارس و یا مراکز آموزشی، اطلاع درستی به طور عموم عرض میکنم، مشخصا نمیشه گفت همه اینجوریان، ولی عموما
اطلاع درستی از وضعیت طبیعت یا محیط زیست و یا علم محیط زیست به نظر میاد که نداره. دلیل این حرفم هم در واقع مطالبی است که گاه و بیگاه در رسانه‌های مختلف منتشر میشه و نادیده گرفتن اولویت‌های در واقع محیط زیست. مثلا فرض کنید که مسئله شکار و شکارچی گرچه مهم هست، ولی اثر و دامنه تخریبش به هیچ وجه قابل مقایسه با صنایعی که به طور دستوری در مناطقی مثل بعضی از مناطق جنوب ایران یا حتی اطراف رودخانه های مثل زاینده رود ایجاد میشه نیست. درباره زاینده رود اشاره کردید. سالها پیش که گاوخونی داشت خشک میشد و خشک شد، کارشناسان محیط زیست صداشون در اومد، اعتراض کردن، صحبت هایی شد، در روزنامه ها نوشتن و محیط زیستی ها به طور عموم افرادی سانتیمانتالیست قلمداد شدن، در صورتی که اینجوری نبود و واقعا میبینیم وقتی که آب در تالاب ها از بین میره و خشک میشه، احتمال اینکه آب در لوله شهرها هم خشک بشه وجود داره. در واقع خشک شدن تالاب ها، اگر بخوام حالا به طور عمومی راجع به تالاب ها صحبت کنم، نشانه ای هست از وخامت اوضاع در حتی شهرهایی که به نظر میاد خب هیچ ممکنه مشکلی هم در ظاهر نداشته باشه. بله، خب یه سری بزنیم باز به فضای مجازی وبلاگ. اینقدر محیط زیست گسترده است که از آسمون و زمین و همه جا رو در بر میگیره، آدم نمیدونه به کدوم قسمتش واقعا بپردازه. واقعا به قول سام فقط سالی یک بار نمیشه به اون موضوع پرداخت. ولی من دوتا آمار اعلام میکنم، شاید یه خورده تکون دهنده باشه، یه خورده ترسناک باشه. مصطفی پور محمدی تو آذر ماه امسال اعلام کرده بود، رئیس سازمان بازرسی کشور، گفته بود که 22.5 میلیون نفر در شهرهای آلوده زندگی میکنن و گفت البته عملکرد دستگاه‌ها رو زیر سوال برده بود و گفته بود که این نوع خودکشی است. گفته بود واقعا چه کسی مسئول پاسخگویی آلودگی هوا است. و همینطور رئیس سازمان محیط زیست شهرداری تهران گفته بود که هر سال 45 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جون خودشون از دست میدن و گفته بود سالانه 1 میلیون و 650 هزار تن ماده آلاینده فقط در هوای تهران هستش. اینا رو گفتم شاید یه خورده آدما بدونن وقتی دارن سوار ماشینشون میشن، تنها میرن توی خیابون، وقتی میتونن کمک کنن که دیگران هم باهاشون برن و کمک کنن که آلوده نشه از این بیشتر هوای تهران، یه خورده یاد این آمارا بیفتن. شاید هم فکر کنن که این آمارا اشتباهه، اما میتونن سرچ کنن به شاید بیشتر از این هم برسن. اما من نظر محمد رو براتون میخونم، گفته که مردم باید به فکر محیط زیست باشن. این کاربر پرسیده چرا در خانه به گلهای آپارتمانی و تزئینی خودمون اهمیت میدیم ولی وقتی به جنگل میرسیم راحت شاخه ها رو میشکنیم. و ملودی هم که گفته معتقده بعضی از ایرانی ها اهمیتی به محیط زیست نمیدن و اونو از بین میبرن. این کاربر عملکرد مسئولین رو هم دارای اهمیت دونسته و گفته برای حفاظت منابع کشور به خصوص فضای سبز و جنگل ها و محیط زیست این دولت هستش که مهمترین وظیفه رو باید داشته باشه و ایفا کنه. نظر داوود رو از کرج هم بشنویم. داوود سلام به شما، ببینیم که شما چی فکر میکنی، از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنی یا ماشین شخصی؟ سلام خانم مرتضوی، من ابتداعا میخواستم یه مطلب رو بگم که فکر میکنم بقیه بهش زیاد نپرداختن. من فکر میکنم که دولت اصلا به این مسئله محیط زیست و فضای سبز اون اهمیتی رو که باید نمیده. هر روز شهرها آلوده تر میشن. امروز مثلا شما دیدید که تبلیغ میکنن ما به مردم نهال رایگان میدیم. شما برید بگید نهال رایگان به من بدین، یه چوب خشک میدن دست شما، میگن ببر جلوی درت بذار. هر چی هم بهش آب بدن چیزی در نمیاد. بله، خب حالا صدای فکرم به جز خودتون هم میاد. پیمان هم از تهران روی خطه، ببینیم که نظر پیمان چیه. پیمان سلام به شما. سلام. صحبت مورد که خواستم بهش اشاره بکنم این بود که اینه هوای تهران خیلی آلوده است. هوای تهران، کرج و سایر ایران فوق‌العاده آلوده است. الان شما در نظر بگیرید کل دنیا 8 تن دی اکسید کربن تولید میکنه،
کل دنیا 4 تن دیوکسید کربن تولید میکنه، ایران به تنهایی 8 تن دیوکسید کربن الان داره تولید. بله الان این آمارایی که رویا خوندم واقعا تکون دهنده است در مورد آلودگی هوای تهران. شما خودت پیمان به عنوان یه شهروندی که تو تهران زندگی میکنی چی کار میکنی که سعی کنی به این آلودگی اضافه نشه؟ ببینید من ذره بیش نیستم، من کاری نمیتونم انجام بدم، این باید یه طرح کلی از طرف مقامات صورت بگیره، مسئولین برنامه‌ریزی بکنن با این موضوع برخورد بکنن. الان چه جور تحلیل راه حلش چیه فکر میکنی پیمان؟ پوشش گیاهی رو باید، پوشش محیط زیست رو باید چیز کنن. مثلا الان ساختمون سازی که دارن میکنن اینجا، شما باید بیاین ایران ببینید ساختمون سازی که میکنن اصلا هیچ گونه پوشش گیاهی وجود نداره، نه درختکاری میکنن نه چیزی، همینجوری ساختمون ها رو بغل هم دیگه شهرک میسازن. تو شهرک که شما میرید 4 تا درخت بیشتر نمیمونه، حالا تو اون شهرک حداقلش 2-3 هزار نفر انسان میخوان زندگی کنن. خیلی الان اینجور برنامه اصلا توجه نمیکنن مسئولین ایران به اینجور مسائل. بله پیمان، حالا به جز مسئولین خود مردم چی فکر میکنین؟ شهروندا چه کاری میتونن بکنن؟ مردم به اون صورت کاری نمیتونن انجام بدن، ولی اگه بخوان کاری انجام بدن همین درختکاریه. درختکاری به محیط زیست باید اهمیت بدن، آلودگی ایجاد نکنن. البته الان وسیله‌های نقلیه که تو ایران خیلی زیاده، از اون مشکل عمده اصلی همین آلودگی همین وسایل نقلیه است. اکثرا هم مسافرکش، الان شما به ایران متوجه میشه یه دقیقه بیان شما کنار خیابون وایسی 100 نفر ماشین داد بغلت بمونه، چه تاکسی باشه چه ماشین‌های عادی شخصی باشه. بله از مشکل بیکاری تو جامعه است، همه مشکلات ریشه‌ای تو جامعه دارن. اون وقت راه حلش فکر می‌کنی چیه؟ راه حلش همین، بعد هم البته این اتفاقی که الان افتاده بخواین باش برخورد بشه زمان می‌بره. این زمان هم بستگی به برنامه ریزی داره، باید برنامه ریزی بشه باش به طور منطقی و درست با برنامه ریزی و تحقیقات وسیع صورت بگیرد باش برخورد بشه. الان تو الان تهران خیلی وضعش آلودگیش خیلی استزاد، واقعا استزاد. بله مرسی از شما پیمان از تهران. در مورد فضای سبز صحبت کردی، بذار همینو از سام هم بپرسیم در مورد سرانه فضای سبز هر شهروند در ایران، ببینیم که آخرین آمارا چیه. یه نکته رو اشاره کنم در ارتباط با صحبت‌هایی که این مخاطبتون کردن که همه چیز رو گردن دولت در واقع گذاشتن. من فکر می‌کنم که همه چیز رو نمیشه گردن دولت گذاشت و از دولت انتظار داشت، چون به هر حال کارنامه دولت و دولت‌هایی که در نظام اسلامی بودن روشن بوده و نشون داده که چندان طرفدار محیط زیست نبودند و نیستند. در نتیجه این که ما همه چیز رو به گردن دولت بندازیم و یا همه چیز رو از حکومت ها بخوایم، یه خورده فکر میکنم عملی نیست. بله دولت باید بنزین با استاندارد و تولید کنه، در اختیار عموم قرار بده، بر کیفیت خودروها نظارت داشته باشه، خودروهای با کیفیت تولید بکنه. اما وقتی میبینیم که خب کارشون نمیکنه، چاره چیه؟ چاره نیست که ما بیشتر آلوده کنیم محیطمون رو و خودمون بیشتر مورد الان خوب میبینندم. میگفت من به عنوان یه شهروند، میگفت من یه جزء کوچیکم، هیچ کاری از اصلا بر نمیاد. فکر میکنی هر شهروندی، یعنی این مسئولیتی که داره میگه بخشش به عهده دولت یا حکومت و مسئولینه، بخشش به عنوان هر یک شهروند که همه اینا حالا با هم یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میدن، چه جوری میتونید دسته‌بندی کنید؟ من فکر میکنم که هر کسی، اگر ما به این نتیجه برسیم که محیط زیست مال ماست، ایران مال ماست و طبیعت ایران و هر بخشی از این ایران مال ماست، نگاهمون یه خورده فرق میکنه. و اگر فکر کنیم که همین مسئله قدیمی که قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود رو در نظر بگیریم، اگر هر کسی در نظر بگیره میزان آلودگی که تولید میکنه، میزان آبی رو که هدر میده و فاضلاب در واقع تولید میشه، زباله‌ای که تولید میشه مثلا فرض کنید کمتر بکنه، اگر فقط به یک مقدار به این موضوعات توجه بشه، من فکر میکنم یک بخشی از گرفتاری ها و مشکلاتمون حل خواهد شد. البته بله ممکنه بگید که خیلی خوب ما زبالمون رو تفکیک کردیم، اما دولتی نیست، شهرداری نیست و این زباله های تفکیک شده رو از ما نمیگیره. راه هایی هست، به هر حال سازمان ها NGO هایی هستن، تشکل های مردم نهادی هستن که میتونن کمک بکنن و با مردم در ارتباط باشن، مثلا کاغذاشون رو دریافت کنن از زباله های دیگه، یا مثلا در مناطق روستایی میشه که فرض کنید
محصولات در واقع فاسد شدنی رو، تهمانده های غذا رو میشه ازش کمپوست درست کرد، یا حتی در حیات منازل میشه این کار کرد، کاری که قدیم ها هم میکردن، نه قدیم مثلا چند صد سال پیش، همین تا همین اواخر در مثلا برگ ها رو در خیابون یا در حیات منزل جمع میکردن، در جایی چاله درست میکردن و برگ ها رو اونجا در اون چاله دفن میکردن و بعد از مدتی خاک برگ دریافت میکردن. همین کارهای کوچیک، همین نکات خیلی ظریف و شاید به نظر میرسه که بی اهمیت، میتونه در واقع بخش عمده از گرفتاری ها رو حل کنه. راجع به آماری که گفتین، راجع به آمار سرانه جنگل رو من در جهان چند وقت پیش داشتم چیزی می نوشتم، دیدم که 8 دهم برای هر نفر در ایران، این رقم 8 دهم هکتار برای در ایران، این رقم تقریبا 2 دهم هکتار. راجع به جنگل هامون ما یک نکته جالبی شاید و البته دردآور، باز اگه برگردیم جنگل و جنگل ها اشاره کنیم، سال هاست که جنگل های شمال کشور ما 1,800,000 هکتار مساحتش اعلام شده. سال هاست، شاید بیشتر از 20 سالی که این اتفاق داره میفته. اما کسانی که با هواپیما به طور مثال از بالای سر جنگل ها حرکت میکنن، یعنی از منطقه شمالی به جنوب یا بالعکس حرکت میکنن، میبینن که واقعا وضعیت جنگل ها اونجوری هم که در روی آمار و روی کاغذ گفته میشه نیست. من با کسی صحبت میکردم در ایران که مسافرت کرده بود و از اینکه دیگر تقریبا زیر پاش در از با هواپیما در واقع سفر میکرد، اینکه دیگه زیر پاش تقریبا جنگلی به اون مفهوم گذشته مثلا 10 سال پیش نمیدید، داشت اظهار تأسف میکرد. این مشاهده عینی است در واقع، آمار دقیق علمی نیست، مشاهده شخصی است. حالا به همین مسئله سرانه جنگل اشاره کردی، با توجه به اینکه ایران به هر حال توی منطقه نسبتا خوشسال هم هست، این درخت کاری که هر شهروند حالا همین تو یک روز در سال بتونی یک نهال بکاره، چقدر میتونه کمک کنه؟ من فکر میکنم به هر حال بی تأثیر نیست. شما ببینید، مخاطبتون که تلفنی صحبت کرد به نکته اشاره کرد، ایشون گفت که نهال رایگان میدن ولی اون نهال به درد نمیخوره. من فکر میکنم اگر ما برگردیم به عقب ببینیم از نهال های رایگان توزیع شده چند درصدشون واقعا به ثمر نشسته یا سبز شده یا به هر حال به حیات ادامه داده و این رویه درستی بوده، من جایی ندیدم که همچین بررسی انجام شد. نمیگم وجود نداره، من ندیدم که همچین بررسی شده باشه، آماری گرفته باشن چقدر نهال توزیع شده، چقدر به ثمر نشسته یا به هر حال به حیات ادامه داده، و بعد بیان بر اساس اون 2 مرتبه این کارو سال به سال انجام بدن. ولی این اتفاق نمیفته. من عرض کردم تجربه نشون داده محیط زیست دغدغه در واقع دولت ها و حکومت در ایران نبوده است هیچ وقت. در نتیجه اگر مردم فکر میکنن که میخوان کاری بکنن و اگر گرفتاری های محیط زیست داره آزارشون میده، بعد خودشون یک اقدامات کوچکی بکنن، از جمله کاشت درخت در فضاهایی که امکانش بوده. سام اشاره کرد به اینکه اگر به همه به این فکر کنیم که ایران برای ما هستش و محیط زیستش هم برای ماست، خیلی بهتر میشه. شاید شرایط محیط زیست ایران یه خورده بهتر باشه، اما من میخوام یه خورده بزرگتر ببینم. کره زمین برای ماست، کانون دیدبان زمین یکی از اون سایت هایی هستش که اونم دغدغه و دلمشغولیش محیط زیست هستش و به مطالب زیادی میپردازه. یکی از اون مطالبی که شیر کرده و به اشتراک گذاشته بود توی چند وقت گذشته، زمین منتظر نخواهد ماند. این قانون نوشته بود که دولت ها در حفاظت از زمین شکست خوردن، سیاست ها را تغییر دهید نه آب و هوا را. سیاره ما، خانه ما مورد بیمهری قرار گرفته است. تغییرات آب و هوا پی در پی ادامه دارد، آنگونه که پیداست تقریبا هر روز یک فاجعه زیست محیطی رخ می‌دهد. در بحبوحه رکود اقتصادی جهان، مسائل زیست محیطی کنار گذاشته شده و به آن توجهی نمی‌شود. وقت آن است که ما یک کلام و یک پیام زمین را آماده کنیم. زمین منتظر نخواهد ماند. مرسی رویا. امیر هم از طریق اسکایپ همراهمونه، ببینیم به نظر امین مشکل چیه. زمین منتظر نخواهد موند. امیر شما فکر میکنی که چطور میشه این مسائل رو حل کرد؟ قانونتون ببینم، من با نظر این دوست عزیزمون کارشناس یه مقدار مخالفم با این مسائل.
کدوم قسمتش؟ اینی که مردم باید چه کار بکنن، بله مردم هر کسی در هر جایی باید بتونه رعایت بکنه، ولی اگر ما به افزایش جمعیت در ایران نگاه بکنیم و مقایسه بکنیم با دیگر نقاط جهان، میبینیم جمعیت در 34 سال گذشته در ایران نزدیک 2.5 برابر افزایش پیدا کرده و خب مقصر این مسئله به نظر من مستقیما گریبان دولت رو میگیره، ولی در کشورهای دیگه همون آمریکا یا هر جای دیگه رو در نظر بگیریم درصد افزایش جمعیت بسیار پایینه، ولی فاجعه به همین جا ختم نمیشه. موقعی که دولت بی رویه بدون توجه به این جمعیت رو در جاهای مختلفی جمع میکنه، به عنوان مثال اون ساختمان بلند بالا رو در تهران میسازه یا در محیطی که حوازی هستن میتونن به اصطلاح به تمیزی هوا کمک کنن، اونجاها رو واحد مسکونی میکنه و زمین مرغوب معرفی میکنه و به فروش میرسونه، اگر شهرسازی در تهران میخواست گسترش پیدا کنه چقدر خوب بود تو شورزارهای جنوب تهران انجام میگیره، نه در بهترین آب و هوایی که میتونست درخت روش کنه، میتونست هوا به وجود بیاره، میتونست کمک کنه برای جلوگیری از آلودگی هوا. پس همه اینا رو دولت بی رویه چون دست خودش بوده چه در رژیم گذشته و چه در امروز، ما میبینیم کرج یا کوههای شمال تهران یا آهار و اوشون و فشم میرن زیر ساختمون سازی و درختاش قطع میشن و واحد مسکونی میشن. بله. مورد بعد حالا امیر بله کنترل جمعیت هم بگو. کنترل جمعیت در جاهای پخش کردن جمعیت در تمام اقصا نقاط کشوره. شما یعنی امیر فکر کنید کنترل جمعیت مسئولیت دولت، یعنی جمعیت باید زاد و ولد رو کنترل کنه، خود شهروندها نمیتونن تاثیر داشته باشن توی این مسئله؟ ببینید کاملا شهروندان در مورد یک فضا جوسازی قرار میگیرن، وقتی که دولت میاد تبلیغ میکنه تشویق میکنه مردمی که ما باید بشیم به 125 میلیون نفر، ولی حرف آخر هم این به این نمیشد. ببینید اگر ما شهرها رو ببریم مثل همون آمریکا، در دورترین نقاط همه امکانات وجود داره، ولی در کشور ما به خاطر اینکه در شهرستانا در دهات امکانات بسیار ضعیفه، مردم رو به حاشیه نشینی شهرها آورده و این افزایش جمعیت توی شهرها کمک کرده به آلودگی هوا. بله. تهران سطح دریا پایین‌تر علمن. ما اگه به این نگاه کنیم افزایش جمعیت 14 میلیونی یا آمار دیگه داریم که 17 میلیون، طبیعتا اگر نفس هم بکشن هوای اونجا رو آلوده خواهد کرد. مرسی امیر. بذار همین مسئله حاشیه نشینی شهری رو با سام هم در میون بذاریم. به هر حال یکی از مشکلاتیه که نه فقط تو ایران، تو کشورهای دیگه هم اتفاق میفته. سام فکر میکنی این مسئله چقدر در واقع خطر داره برای محیط زیست؟ من با فرمایشات آقای امین اگه اشتباه نکنم مخالفتی نداشتم. منم نگفتم که مسئله جمعیت مسئله کم اهمیتی است، نگفتم که دولت بی تقصیر است و کاری که باید بکند رو میکند. اتفاقا من با نظر ایشون کاملا موافقم و عرض کردم وقتی که از دولت به قول مشهور آبی گرم نمیشه، چه بهتر که ما آستینامون رو خودمون بالا بزنیم و حداقل سلب مسئولیت از خودمون نکنیم، به موضوع حساس باشیم، فکر کنیم که چه نقشی خودمون میتونیم ایفا کنیم حالا که دولت وظیفه‌ش انجام نمیده. ایشون درست گفتن که تمرکز زدایی قرار بود، البته یک جایی رژیم گذشته هم متهم کردن به این که این کارهایی باید میکرده نکرده، درسته، اما طرحهایی در دست انجام بود، از جمله اینکه تمرکز زدایی از مرکز، از جمله طرحهایی که انجام میشد به عنوان مثال بد نیست براتون بگم، مثل در واقع پالایشگاه امیرآباد که قرار بود اونجا به هر حال منطقه‌ای هست به نام تالاب بین‌المللی میانکاله در حاشیه خزر، قرار بود این پالایشگاه راه اندازی بشه ولی این اتفاق نیفتاد برای اینکه سازمان محیط زیست ایستاد. مانوری قرار بود در دشت موته در اصفهان برگزار بشه، مانور نظامی بود، این اتفاق نیفتاد چون محیط بانان وارد شدن و جلوی تانک‌ها خوابیدن و مانور کنسل شد. میخوام بگم که علاقه به محیط زیست شاید قدیم در بین ما ایرانیان بیشتر بود. اما راجع به تمرکز زدایی 100% درست میگن، ولی کارهایی رو که مردم میکنن، ببینید
بر اساس قانون زمین‌های بالای 500 متر ساخت و ساز درش ممنوع بوده و هست، گمان می‌کنم هنوز هم این قانون جاری باشه، ولی زمین‌های مواد نه، در واقع باغ‌ها و زمین‌های با درختی که بالای 500 متر باشه. در تهران کاری که شد، مردم اومدن باغ داشتن، قیمت زمین افزایش پیدا کرد، ساخت و ساز رونق داشت، زمین در واقع سبزشون رو تبدیل کردن به قول خودشون به مواد، در واقع با خشک کردن درختان زمین رو تبدیل کردن به یک مخروبه و خرابه و اجازه تغییر کاربری گرفتن. درسته دولت شاید اینجا مقصره، ولی ما هم به دلیل ثروت اندوزی شاید میشه گفت یا به دلیل مسائل منافع شخصی تصمیم گرفتیم که زمین‌های بزرگ و باغ‌های اطراف رو تخریب بکنیم. بله. بنابراین این یک معادله است که دو مجهول داره و هر مجهول هم در واقع یک سرش مردم هستن از این دو مجهول، یک سرش دولت. مرسی. اما مصطفی در راستای صحبت‌های سام نوشته که برای ما ببخشید انقدر چت اینجا بازه، میشه مشکل محیط زیست و آلودگی هوا فقط با کاشتن درخت حل میشه؟ هر چقدر که درخت کاشته بشه مشکل بزرگتری وجود داره. مثال زده این کاربر، گفته مثلا شهریار کلی باغ وجود داره که صاحب باغ ها به خاطر گرون شدن زمین ها درخت ها رو قطع میکنن که بتونن تبدیل به تجاری و صنعتیش بکنن تا به قیمت خیلی بالاتری زمین هاشون رو بتونن بفروشن و در نهایت دولت برای هر درخت فقط 150 هزار تومان جریمه میگیره و همینطور در شمال که جنگل ها شخصی نیست برای ساختن ویلا هم کلی درخت قطع میشه و ای کاش به جای 150 هزار تومان جریمه این کار رو به جرم کیفری تبدیل میکنن که کسی جرأت قطع کردن درخت رو داشته باشه. و همچنان علی کاربر دیگه ای هستن که در فیسبوک همراه ما بوده و گفته یکی از مهمترین کارها برای محافظت از محیط زیست اینه که وقتی به کوه و دشت و بیابون میریم تفریح میکنیم، هرچه آشغال هست اونجا جمع کنیم و خودمون هم سعی کنیم آشغال نریزیم، همه رو در کیسه پلاستیکی کنیم و همراه خودمون بیاریم و در سطل آشغال بریزیم. این کاربر سعی کرده آموزش بده که وقتی ما میریم تفریح میکنیم آشغال نریزیم و حداقل آشغال رو جمع کنیم. بحث آموزش هم یکی از این مباحثی هستش که همیشه مطرح بوده، خیلی مهمه. فکر میکنم این سوال میتونیم از سام بپرسیم که آیا آموزش درستی در ایران وجود داره یا نه؟ ببین نظر سام چیه، فکر می‌کنی؟ جوابش به طور خیلی خلاصه. بله. صدای من میشنوین الان؟ بله. فکر می‌کنم جوابش به طور خیلی خلاصه نه هست. یعنی در واقع هیچ آموزشی، من توی عرایض قبلی هم عرض کردم که هیچ، تقریبا هیچ آموزشی به طور کلی وجود نداره. شما ببینید مثلا چقدر برنامه‌های مربوط به محیط زیست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، یا مثلا ببینید که در رسانه ها چقدر به مسئله محیط زیست پرداخته میشه، به طور عموم رسانه هایی که فارسی زبان هست و در حالا وبسایت ها و روزنامه ها و غیره. ما متاسفانه محیط زیست دغدغه‌مون و مسئله‌مون هنوز نشده، در صورتی که محیط زیست هم به اقتصادمون ارتباط مستقیم داره، هم به سلامتیمون و به همه ارکان زندگیمون. اگه نگاه بکنیم میبینیم که رابطه مستقیم داره. از آمار مرگ و میر شما صحبت کردید در اثر آلودگی هوا، طبیعتاً آلودگی هوا در مرگ و میر نقش داره، طبیعتاً با خشک شدن تالاب‌ها میزان آلودگی هوا هم افزایش پیدا میکنه و میبینیم این یک سیکل بسته هست. ما خودمون رو نمیتونیم از محیط زیست جدا کنیم و مثلا فرض کنیم پوشش گیاهی رو در جایی تخریب میکنیم به دلیل چرای بیش از حد دام و همون منطقه میبینیم که سیل میاد و چندین نفر رو میکشه. به طور مشخص من دارم راجع به استان گلستان صحبت میکنم. بله. پس میبینیم که ما دست اندازی که در طبیعت میکنیم در بخش‌های مختلف، طبیعت هم به نوع دیگری جواب ما رو میده. من فکر میکنم راهش این هستش که یکم خودمون با طبیعتمون مهربون باشیم، از دولت‌ها و حکومتمون بخوایم که محیط زیست رو بهش بیشتر توجه بکنه. شاید یواش یواش به یک نقطه‌ای برسیم که من سعی میکنم خوشبین باشم، به نقطه‌ای برسیم که با وضعیت امروز یه مقدار فاصله داره. ممنون ازت. فؤادم از آمریکا روی خط. فؤاد عذرخواهی میکنم یه مدت طولانی هم منتظر شدی، سلام میکنم بهت. برامون بگو که اونجایی که شما زندگی میکنی مردم چه تلاشی میکنن برای اینکه بتونن حالا محیط اطرافشون و محیط زندگیشون رو حفظ کنن. درود به شما، ممنون از وقتی که به من دادید. من لس آنجلس زندگی میکنم، یکی از آلوده ترین شهرها بود فکر میکنم حدود 20 سال پیش.
دولت با یه عمل ساده با قرار دادن کاتالیزاتور روی ماشین‌ها کاری کرده که الان این شهر مثل 40 سال 50 سال پیش تهران شده هواش، که یادتونه چه هوای کوهستانی خوبی داشت اون موقع تهران. من فکر می‌کنم کارشناس برنامه از یه دیدگاه خاصی تو اون کشور که نشسته داره به مسئله نگاه میکنه. همه این مسئله که شون گفت شاید 5% راه حل باشه، جدا کردن زباله این چیزا، ولی شما اون مردمی رو در نظر بگیرید که صبح تا شب داره به قول اون دوستمون مسافرکشی میکنه تو دودی، اون مه و ابری که اون بالا وایساده بارونزان نیستش، فقط سرطانزاست، سرطان ریه خون میاره تو اون شهر. فکر میکنید اون میاد کاغذ رو از زباله جدا کنه؟ شرایط عینی جامعه رو در نظر بگیرید. حداقل کاری که یه حکومت میتونه بکنه، ببینید تو کشور ما یادم اون موقع تاکسی ها یا فکر کنم تاکسی ها بود اولین بار کپسول گازی رو گذاشته بودن توی این صندوق عقب و گاز خیلی کمتر آلودگی صوتی ببخشید آلودگی محیطی ایجاد میکنه. گازی که تو کشور ما بزرگترین تولید کننده دنیاش هستیم. اگه ما واقعیت ها رو بخوایم ببینیم، ببینید جنگل های شمال رو از تو قطع دارن میکنن. این دوستمون گفت با هواپیما که رفته چوب میکنن میفروشن و توش ویلا درست میکنن، مهمترین قسمت کشور که جنگل. خیلی دارم میخواد یه هموطن شمالی بیاد در این مورد بگه. ما انرژی هاست که الان مسئله مهممونه. کشوری که روی دریای نفت و گاز خوابیده، ببینید آلمان که در سال شاید 10 روز آفتاب داره، نیروگاه اتمیشو در سال تا سال 2020 میخواد جمع کنه، همین چند سال آینده، از انرژی بادی و آفتابی که اصلا وجود نداره اونجا. شما این کویر بی انتهای ما رو حساب کنید، اگه اونجا ما از انرژی آفتابی استفاده کنیم، از انرژی بادی در منجیل استفاده کنیم، از انرژی موج دریا در شمال جنوب استفاده کنیم، انرژی های پاک در حال در مجموعه انرژی های پاک. ببین من فقط به یک نکته اشاره میکنم، نیروگاه بوشهر، این تکنولوژی عقب مونده که 30 سال پیش تازه درست شده، هنوز ما هیچ چیزی ازش برداشت نکردیم، عمر این 30 سال بعد باشه. شما چرنوبیل خاطرتونه؟ بدون هیچ جنگی، بدون هیچ زلزله‌ای چه اتفاقی اونجا افتاد؟ هنوز روی ژنتیک حیوانای اطراف اون اثر گذاشته. یه گاف پس با شما فکر می‌کنی این همین انرژی‌ها رو که گفتی به نظر مشکل اصلی راه حلش هم اینه که بتونه کشور به سمت انرژی‌های پاک بره؟ من فکر می‌کنم 90% مسئله آلودگی محیط زیست رو حل می‌کنه، اگه یک دولتی باشه که واقعا در کنار ملت باشه، یک شب نخواد حکومت بکنه، بخواد ایران برای نسل فردا زنده نگه داره. ممنون ازت فؤاد از آمریکا. اما باز براتون یه وبلاگ بخونم به نام دیدبان زاگرس که نویسندهش میشه: بر اساس آمار در ایران روزانه 45 هزار تن زباله تولید میشه که درصد ناچیزی از آن تفکیک و بازیافت میشه. این سخن بدین معنی هستش که ما در حال از بین بردن پایداری های سرزمین خیش هستیم. این نویسنده نوشته: متاسفانه در بسیاری از شهرهای کشور هنوز از سیستم دفع زباله به شیوه‌های سنتی استفاده میشه و در حقیقت موضوع تفکیک زباله از مبدأ به حلقه گم شده محیط زیست انسانی تبدیل شده، زیرا اقداماتی که در این راستا صورت میگیره کافی و درخور نبودن. و نویسنده دیدبان زاگرس گفته: متاسفانه اکثر شهروندان ایرانی به نوع کالایی که خریداری میکنن اهمیت نمیدن تا روزانه حجم بسیار زیادی از مواد خطرناک که برای طبیعت بسیار مضر هست رو تولید، مصرف و در نهایت به شیوه‌های ناکارآمد در دل طبیعت رها کنن. خیلی از کسانی دیگه هم هستن که دلشوره و نگرانی محیط زیست رو دارن. خود سام خسروی فرد هم یکی از اونهاست که وبلاگ داره و وبلاگش به نام آتش نوشت که تمام موضوعات روز محیط زیست رو بهش میپردازه، خبر میده، توش اطلاع رسانی میکنه و روی خیلی از اونها نقد و نظر و مصاحبه داره. حتما به وبلاگش میتونید سر بزنید تا بیشتر از دل مشغولی های سام خبردار بشید. مرسی رویا، امشبم که لطف کرده اومده توی برنامه روی خط. اما یه سری بزنیم به ارومیه. پناه روی خطمونه، وقتمون هم کمه. سلام به شما پناه، از مشکلات محیط خودت بگو. الان سلام. سلام، خوب هستیم؟ ممنون، ببخشید مزاحم شدم. پناه، شما اگه ارومیه زندگی میکنی، به هر حال یکی از مهمترین دغدغه های مردم اونجا دریاچه ارومیه است و اتفاقاتی که داره میفته، برامون بگو که چی فکر میکنی؟ بس من میگم که اصلا رعایت نمیکنن اینجا دا. الو. بله، صدا مثل که بر میگرده. آره قطع بست میشه فکر کنم. بله،
صدا خوب نیست. اجازه بده نظر آرش رو از اهواز بشنویم. من عذرخواهی میکنم ازت. آرش، اهواز، از اهواز برامون بگو. با سلام به شما نگار خانم، همه همکارانتون و تمام بیننده‌هایی که دارن الان صدای منو میشنون. قبل از که من پاسخ سوال شما رو بدم، اجازه می‌خواستم یه نکته رو خیلی کوتاه توی پرانتز بگم. خواستم گله بکنم از بعضی بیننده‌هاتون که تماس بگیرن با برنامه و با پخش کردن بعضی صداها سعی می‌کنن وقت صدای آمریکا رو بگیرن. می‌خواستم، واقعا متاسفم برای این افراد. اینا فکر کردم مثلا ویوی رو با قبیله اشتباه گرفتم. خیلی ممنون. حالا شما برمون آرش از اهواز بگو چون وقتمون هم کمه. بله، توی اهواز می‌بینید الان واقعا بزرگترین مشکلات محیط زیست آب آشامیدنی اهواز. ما خیلی مشکل داریم در این زمینه و میشه گفت در واقع زیستبوم استان خوزستان به صورت کلی داره از بین میره به خاطر عدم توجه مسئولین نسبت به خصوصا رود کارون. سدهای بیشماری که زدن و بهره برداری از آب سدها در مواردی که استفاده چندانی برای مردم نداره، زندگی رو برای ما افراد ساکن خوزستان خیلی سخت و دشوار کرده. در صورتی که خوزستان واقعا پتانسیل اینو داره که یکی از چطور بگن ریسمویت های واقعا سرشناس کشور رو داشته باشه. اما خب متاسفانه عدم سوء مدیریت بعضی افراد و مسئولین این استان رو خیلی ضعیف کرده در این زمینه. ممنون از آرش. نظر سینا رو هم سریع بشنویم، منتظر بوده. سلام به شما سینا. بله، با درود به شما خانم مرتضوی عزیز و خانم ملکی گرامی. منم والا میخواستم، چون که خودم بچه تهران هستم، بالاخره تو تهران زندگی میکنم، منم میخواستم بگم این قضیه درختکاری و بالاخره این هفته محیط زیست، همه ما، حتی فکر کنم شما هم تو همین امشب یه برنامه کوتاه بهش اختصاص میدید در مورد محیط زیست و درختکاری صحبت میکنید، بعدش هم دیگه همه فراموش میکنن. توی ایران هم همه همینجورن، حالا چه مردم ایران چه حکومت ایران، همه همینن. این مسئله درختکاری مسئله نمادینه. امروز اومدن یه سری، حالا چند تا درخت کاشتن و یه چند تا فیلم و عکس هم گرفتن و توی سایت ها و توی رسانه ها پخش کردن و تموم میشه. فردا بالاخره یه روز دیگه است و هیچ کس هم صحبتی از این روزها نمی کنه و واقعا محیط زیست توی دنیا دچار مشکل هست. و شما هم این گلایه به شما احساس میکنم، این انتقاد وارده که شما هم دیگه یه برنامه اختصاص میدید به محیط زیست و دیگه تمومش میکنید و دیگه در موردش صحبتی نمیکنید. خب خیلی ممنون سینا، وقتمون هم الان متاسفانه تموم شده. مرسی که از ما هم انتقاد کردی. سعی میکنیم برنامه‌های بیشتری رو به محیط زیست اختصاص بدیم. مهمان برنامه‌مون هم این گله رو از ما کرد، اما آخرین فرصت هم فکر کنم باید بدیم به فضای مجازی کاربرم و جزیره که گفته موضوعات مثل محیط زیست اصلا جزء دغدغه‌هاش نیست و اولویت آخر زندگیش هستش. این کاربر نوشته همین که سعی کنم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم و به طبیعت اطرافم آسیب نرسونم، همین برای همین کارم شق القمر کردم. و به نظر جزیره روز درختکاری بیشتر نماده و نمایشی هستش. این جزیره میگه من دغدغه ندارم، اما در اروپا یه سری از آدما هستن که دغدغه اصلیشون محیط زیست هستش، حتی میخوان عروسی کنن، ازدواج هایی میکنن که کمک کنه به محیط زیست، یعنی میرن لباس هایی میخرن که بتونن مثلا از متریالی استفاده شده باشه که به محیط زیست بتونه برگرده، یا تزیینات عروسیشون رو کارایی میکنن که همه کمک باشه در راستای نگهداری از محیط زیست، یا کارهایی افتتاح شده، یعنی کارآفرینی با رویکرد محیط زیستی، یعنی دوچرخه رو میارن و پشتش وسیله‌ای می‌بندن که بتونن در جابجایی از اون استفاده کنن تا کمتر از موتورسیکلت یا حتی خودرو استفاده کنن. اینها کارآفرینی هستش در راستای کمک به محیط زیست که در اروپا داره انجام میشه. این کارهایی هستش که شهروندا میتونن انجام بدن، ولی در ایران به قول جزیره این اولویت و دغدغه آخر شهروندان ایرانی هستش. ممنون ازت رویا و از تام خسروی فر، خبرنگار و کارشناس محیط زیست که همراه ما بودی. امیدوارم برنامه بیشتری در مورد محیط زیست داشته باشیم. اما موضوع فردا شبمون هم خیلی فردا ما می‌خوایم به تلویزیون بپردازیم و در مورد اینکه چه برنامه‌ای رو می‌بینن مخاطبان تلویزیون، این رسانه پرطرفدار، کدوم برنامه‌ها رو می‌بینین، چرا می‌بینین. فردا بیاین به تلویزیون از تلویزیون صحبت کنیم. ممنون رویا، ممنون از شما و تا فردا شب، شبتون خوش.